روز آخری که 15 آگست می باشه، من مثل هر روز همیشه لباس های یونیفرم خود پوشیدم و رفتم به میدان هوایی کابل، چون پرواز داشتم و به این هیچ وقت فکر نمی کردم که این یک اتفاق یکقدر زود بیفته و کابل به دست طالبان بیفته. من مثل هر روز دیگه، مثل هر روز عادی، من رفتم به پرواز و به این فکر بودم که شب آخر شب من خانه میایم و همراه فامیل خود یک جای شام میخوریم. اما وقتی که به میدان رسیدم، من ترسیده بودم اما نمیخواستم قبول کنم که تمام شد تمام چیز. من نمیخواستم، یعنی نمیخواستم، قلبا نمیخواستم که باور کنم. میفهمیدم که تمام شده، ما کشور به دست طالبا افتاده، راهی برگشتی نیست، اما در ته دلم من میگفتم که نه، بعد از یک هفته شاید درست شد، بعد از دو هفته شاید اینا با هم گپ بزنن و همه چیز مثل قبلا شد. اولین خلبان زن افغان بعد از آمدن طالبان چگونه از میدان هوایی کابل فرار کرد؟ با من رضا پورکیان شنیدن نکسون پلاس همراه باشید. مهندسه میرزایی، اولین خلبان مسافربری افغان از صوفیه بلغارستان با ماست. خانم میرزایی خوش آمدید. هنوز فعالان زن دارن از افغانستان خارج میشن. خیلی از اتفاقا بعد از سقوط در فرودگاه کابل میافتاد، جایی که محل کار شما به حساب میاد از جهاتی. چطور اصلا شما اون روزها از افغانستان خارج شدید؟ سلام جمال جان. مامور روزها، روزهای آخری که هر ولایت به دست طالبان میافتاد، ما پرواز میکردم. هر روزی که ما پرواز میکردیم، پروازهای بسیار زیادی و قندهار، مزار و دیگه ولایات داشتیم. ما حتی یادم است که آخرین پرواز و مزار وقتی که به دست طالبان افتاد و پروازم میکردم، روز آخری که 15 آگست میباشه، ما مثل هر روز همیشه لباسهای یونیفرم خود پوشیدم و رفتم به میدان هوایی کابل، چون پرواز داشتم و به این هیچ وقت فکر نمی کردم که این یک اتفاق یکقدر زود بیفته و کابل به دست طالبان بیفته. من مثل هر روز دیگه، مثل هر روز عادی، من رفتم به پرواز و به این فکر بودم که شب آخر شب من خانه میایم و همراه فامیل خود یک جای شام میخوریم. اما وقتی که به میدان رسیدم، همه چیز متفاوت تر بود، همه چیز متفاوت تر از همیشه. و بازم گفتم شاید مشکلات امنیتی کابل است، مثل همیشه مشکلی نباشن. اما وقتی که ما نزدیک به تیاره یا هواپیما که شدیم، میخواستیم داخل تیاره بریم، من مردم دیدم که میدویدن طرف تیاره و بعضی هایشان تا تفنگ داشتن با خود و نیموندن دیگه کس بالا شد و با هم میجنگیدن که کی زودتر داخل تیاره میشن. او صحنه را که من دیدم، من نمیفهمیدم چی میشه، چی جریان داره. و من همراه یکی از همکارایم بودم که همراه اینا صحبت کردم، گفتم حالا چطور کنیم، داخل طیاره شویم یا نه؟ اما او گفته که نه، این پروازی طیاره هیچ وقت دیگه پرواز نمی کنن ده ای چند روز نمی. و تنها طیاره که در او وقت، در او زمان بر ما مهیا بود، طیاره بود که با اوکراین می رفت و ما همراه دفتر و تماس شدیم و به ما گفتن که هیچ رای برگشت نیست بر شما و بهتر است که حالی که شما در میدان هستین در یکی از طیاره بشینیم بیرون بریم. وقتی که ما نزدیک طیاره شده بودیم، من دوستا همی کسای کارمندایی که در میدان بودن می آمدن و صدا میکردن، میگفتن که پیلوت صاحب 15 دقیقه بعد میرسن، ده قسمت کابل رسیدن، کجا شدیم، برین. بعد از هر 5 دقیقه می آمدن به ما احوال می دادن که 10 دقیقه مانده محدثه، چی شد، چرا نمیرین. تا وقتی که حتی 5 دقیقه ما همونجا بودیم و طالبا به دروازه میدان هوایی رسیده بودن و به ما گفتن که وقت نمانده، یعنی اگر تا 2 دقیقه دیگه شما پرواز نکنین، این طیاره هیچ وقت پرواز کرده نمیتونه. بعد این بود که شما رفتید اوکراین، با کدوم هواپیما، با کدوم شرکت؟ از شرکت هوایی کامیار بود، اما او پرواز مخصوصی بود که باید به اوکراین میرفتم اون شب. صحیح. بله. بسیار خوب. اون روز که شما خودتون پرواز داشتید، مقصد اصلیتون کجا بود؟
مقصد اصلی من استانبول بود. من ترکیه می رفتم استانبول، همون طیاره ای که بعدها ویدیوهایش بیرون آمد که مردم در سر بالش بودن و در سر بدنه طیاره شیشته بودن. عجب. بعد وقتی که اوکراین رسیدید با خودتون چی فکر کردید؟ فکر کردید که دیگه تموم شد؟ پرواز هم تموم شد؟ من ترسیده بودم اما نمیخواستم قبول کنم که تمام شد تمام چیز. من نمیخواستم، یعنی نمیخواستم، قلبا نمیخواستم که باور کنم. میفهمیدم که تمام شده، ما کشور به دست طالبان افتاده، راه برگشتی نیست، اما در ته دلم من میگفتم که نه، بعد از یک هفته شاید درست شد، بعد از دو هفته شاید اینا با هم گپ بزنن و همه چیز مثل قبلا شده. همون پرواز کامل که شما گفتید مردم روی بال اون نشسته بودن و قرار بود که شما هم هواپیما رو به پرواز در بیارید، اون بعد از مدتی فرودگاه رو ترک کرد، درسته؟ کی اون رو به پرواز در آورد با توجه به اینکه یکی از خلبان‌ها شما بودید و خارج شدید از افغانستان؟ نه، من خلبانی بودم که اون شب پرواز نمی کردم، اما در کار بودم، همراه یونیفرم بودم و من واقعا خبر ندارم که بعضی از پیلوت‌های ما بودن، بعضی از خلبان‌های ما هنوز در افغانستان هستن آقایان که و احتمال زیاد اونا پرواز کردن. بله، احتمالا زمینه کار در خارج از افغانستان برای شما باید زیاد باشه تا جایی که من میفهمم. میخواید در خارج از افغانستان همچنان پرواز کنید، درسته؟ پرواز کردن چیزی است که من هیچ وقت نمیخوام، یعنی از دست بدم. او آرزوی همیشگی ایم است و هیچ چیزی مرا باعث توقف من نمیشن. اما پرواز دوباره مقدار مشکل است، یک مقدار مشکل است به خاطر وضعیتی که حال افغانستان است، به خاطر تابعیت افغانی که من دارم و شما میفهمیم که بخش هوانوردی بسیار یک بخش حساس است و لایسنس ما هم لایسنس افغانی است که او باید تبدیل شود. مشکل است به خاطر تابعیت، به خاطر وضعیتی که در افغانستان فعلا وجود داره. این کار برای من بسیار زیاد مشکل ساخته، اما هیچ چیزی غیر ممکن نیست. خیلی کوتاه کوشش میکنم. بله، اصلا فکر کردید که برگردید افغانستان کار کنید؟ طالبان میگن که میتونن افراد مختلف برگردن. برگشتن به افغانستان او آرزوی من است که من بتونم دوباره کار کنم، اما اونا باید به ما اطمینان بدن که جان ما در خطر است، ما میتونیم مثل قبل کار کنیم. چرا که نه، وطن ما است، من همیشه منتظر، من همیشه آماده هستم که بر وطن خود خدمت کنم. ممنونم از محدثه میرزایی، اولین خلبان هواپیمای مسافربری زن افغان که از صوفیه بلغارستان با ما صحبت کرد. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب نکست وان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.